سلام کنم به بکس یوتیوب، خیلی سلام. خوش اومدیم به ریاکشن رکورد. اومدیم با جدیدترین ترک اینترنشنال زیرو 21 کیت فیت ترمز به اسم بیگ سپلیف. بیگ سپلیف یعنی در واقع همون جوینت بزرگ. ما فکر کنم تو ایران ما بهش میگیم کینگ، رول کینگ به اصطلاح میگیمش، ولی بیگ سپلیف در واقع جوینت بزرگ میشه. بیت و میکس و مستر رو تیم ترمز انجام داده و آرت ورک یا همون کاور آرتیست در واقع آقای دمیرچی بوده. دمیرچی همه جا حضور داری یا اینترنشنالی دیگه کار میکنی؟ خوشحالم که رپ فارسی اینقدر داره پیشرفت کنه. ولی قبل از اینکه ویدیو کارو بیام بگیریم، یه سری کامنت خوندم زیر در واقع همین ترکی که آپلود شده روی چنل زیرو 21 کید. دیدم خیلی از هوادارا مثلا میگن که چرا ورس فارسی نداشته. ظاهرا ورس فارسی نداره و من متوجه شدم که زیرو 21 کید توی چنل تلگرامش یه بخش یا ورس حذف شده فارسی از ترک بیگ اسپلیفو گذاشته که حالا اونم در آخر ویدیو میشنویم که به چه شکل بوده. ولی در مورد ترمز دارن یه آرتیست خیلی خفنیه که تو یوکی دریل واقعا جایگاه مشخصی داره و با اسم پرپ هم فیت و همکاری داشته. در آخر میگم که اگر که مثلا ورس فارسی هم توی ترک نباشه، همین که این اتفاق داره میفته و به قولی زیرو تونمان که کسی که فارسی حالا تو مارکت فارسی داره فعالیت میکنه با یه برنامه اینترنشنال و یه خواننده اینترنشنال فیت داره، خود همین میتونه جایگاه سازی بکنه برای رپ فارسی. چون مثلا اجرای اولی که زیرو 21 کید توی پلاگین رفت به همراهی فیومز، الان ما متوجه شدیم که فکر میکنم همین روزا هم ترکش بیاد که زیرو 21 جی توی پلاگین یه برنامه داشته. معطلتون نمیکنم، بریم که بشنویم زیرو 21 کید فیت ترمز بیگ اسپلیف. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the car. خیلی خوش باشید بچه‌ها، حتما حمایت کنید. توی همه پلتفرم‌ها استریم داره و لینک یوتیوبش هم براتون میذارم توی دیسکریپشن. بریم که گوش بدیم ترکو. چقدر 2 دقیقه و 34 ثانیه. میگه چون که یه حبیته برامون، یه سرگرمیه برامون این داستان که زاخاره رو بکشیم. آره میگم کلا یه جوری اصلا انگلیسی میخونه، اصلا کلا صحبت کردنش هم یه جوریه. من خیلی زبونش خیلی شیرینه، خوشم میاد. ولی خب واقعا زیرو تونه اینکه یعنی خفن مینویسه کلا روی کی دریل. مطمئن باش که میدونی چون دیده شده که داره انقدر همکاری جذاب میکنه، 100% دیده شده. آره وگرنه خود همین ترمز و اینا خیلی از ترک های خفن و میلیونی دارن روی چنلاشون. به هر حال افتخار جذابیه. بعد قشنگه بسرفه یه تیکر خورد بی تو، من خیلی دوست داشتم. به نظر من همینطور که الان ما داریم بیریم جلو، من فکر میکنم خیلی ها رو تو رپ فارسی از دست بدیم. همونطور که میدونید آخرین آلبوم پوتکم به زبان فارسیه و همین که مثلا زیرو تونمان کید اینقدر مستلد، اینقدر اسلنگ و اینقدر خفن داره مثلا روی بیت با آرتیست های بزرگ همکاری میکنه، فکر میکنم در آینده ما به خاطر محدودیت هایی که هست خیلی از آرتیست ها رو تو مارکت فارسی از دست بدیم. و کسی که اینقدر میتونه خفن باشه تو مارکت خارجی، خب چرا نره توی دامنه گسترده تر این فعالیت رو بکنه. دقیقا همینطور. ولی صادق به نظر من همین اصالت ایرانی رو داشتن کافیه. حالا مثلا انگلیسی نمیشه خب مثلا بگیم که گارد بگیری بگیم نه چرا به زبان خودمون نمیخونین و اینا. انگلیسی زبان بین المللی، یعنی بین همه خب یه چیز قبول شده است. و اینکه همین که مثلا یکی بگه مثلا چرا رپر خفنی کجایی، یکی بگه ایرانی، کافیه برای من. یکی که کافیه واقعا که اصلا بفهمن که خیلی کار باحاله. بریم یه کش از زاگوش بدیم. Ha 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 ha!
میگه عکسو فیلم گذاشتش توی هتل ما خفتش کردیم توی لابی. ولی خیلی اکتای زیروتانی وانم دوستانم این کاراش میاد بهش. با ایرانی خوشگل میرم سر کار سر قرار و این خوشگل بودن ایرانی همه جا پام پس دیگه داستانش. ولی چقدر خفنه، چه صدای باحالی داره. من حالا دارم راجع به همین صحبت میکنم، همین که یه رپر خارجی میاد میگه مثلا دادم سیر اندازام ایرانی هن، با یه ایرانی خوشگل قرار میذارم. نه خب 100% من تو مارکت جایگاه پیدا میکنه، یعنی نیستش که بگیم چون مثلا ورس فارسی نداشته زیرو تون وان کیت. خب همه میدونن اگه مثلا کسی فن ترمز باشه ترک گوش بده میدونه که با یه ایرانی مثلا این فیتو بسه، همونطور که ما میدونیم با یه آرتیست. اینم خودش یه کلمه خب فن داره، خیلی ها مثلا میان گوشش میدن مثلا میگه این کیه چجوریه فلانه. به نظر من الکی هیت ندیم واقعا، ولی خیلی باش رفن. آره من یه سری چیزا کامنت ها دیدم یه خورده اغراق بود، به اون خاطر بهش اشاره کردم. ببشن این چون ترک های دیری لکسرن تو فاز نکاره میان بالا سرت میکشم لهت میکنم و اینا، این یلو تیت همون باندیه که مثلا پلیسا تو صحنه جرم میبندن. خیلی باحاله و چقدر پانچ بازی و فلو بازی شد. نه میشه دیگه دوده میره. خیلی باحال بود بیگ اسپلیف زیرو تون وان کیت و ترمز. به نظر من خیلی همکاری خفنی بود، به امید همکاری بیشتر. یه ترک هم به اسم بنزما آرتا قراره بده، اونم فکر کنم با اسموک پرپ بود اگه اشتباه کنم، یادم نمیاد دقیقا. ولی بریم این ورس حذف شده و فارسی زیرو تون وان کیت توی ترک بیگ اسپلیف هم ببینیم و کاش علت حذفش رو بگه که چرا مثلا حذف شده. خب میتونست باشه دیگه، امکان داره مثلا ترمز گفته باشه آقا نه این کارو نکنین. فکر نمی‌کنه. از پشت میکنه نایفت بهت گفت نمیخوره بهت بچه نورت باشی هم که چیزی داشت نگفت. ولی باحال بود، کاش که بود ورس فارسی. ولی قشنگ میشد به نظر منم، ولی باحال میشد اگه بود. ولی حالا باید بگیم دلیلش چی بوده دیگه، هر دلیل که داشته باید به آرتیستتون احترام بذارید. درست همیشه ایده منه. زیرو تون وان کیت ترمز بیگ اسپلیف لینکش توی دیسکریپشن هست، حتما حمایت کنید بچه ها. مهمه و خوبه که ما تو مارکت خارجی بیشتر ویو بخوریم و اجرایی هم که از بچه ها میاد بین المللی سعی کنین بیشتر بهش بپردازین، چون این برای کل مارکت خوبه. دوستتون داریم زیاد. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودید، عشق دلید، خیلی چاکریم. خیلی مراقب خودتون باشید، مرسی از کامنتتون.